همکارم اینجا بیرون ساختمان دادگاه فدرال با ماست در این آخر برنامه. آقای ترامپ از همون لحظه ای که از اون پله برقی اومد پایین تاریخ ساز بود تا همین امروز، چطور دیدی این سفرش رو تا اینجا؟ ببین آقای ترامپ، جدای از این تحلیل های حقوقی که بقیه میدن، ما چیزی که الان اینجا داریم میبینیم و میتونیم گزارش دیم، الان ما توی محوطه ای هستیم حدوداً، من داشتم نگاه میکردم، بالای 30-40 تا فقط ما چادر اینجا داریم که چادرهایی که گروه های خبری تلویزیونی اومدن. آیا شما به یاد داری آقای بایدن همچین چیزی واسش اتفاق افتاده باشه؟ جواب خیر هست. الان شما نگاه کنید ببینید دوروبر همه این چادرها کلی آدم دیگه اومدن که مرچندایز میفروشن، یعنی تیشرت های آقای ترامپ میفروشن، کلاهای آقای ترامپ میفروشن و دور این یک بیزنس، اصلا یک اقتصاد خرد در کنار این وجود داره. آدمایی که معمولا میبینیم فقیر هم هستن، افرادی هم که اونو بعضی از این محصولات رو میرن خودشون با دست پرینت میکنن و میارن، یک اقتصاد خردی هم کنار این وجود داره. در مورد آقای بایدن یادمون هست هم چه اتفاقی بیفته؟ خیر، این چیزیست که بازم میگم باید برگردیم ببینیم به حساب کتاب دموکرات ها، آیا این قمار بزرگی بوده واسه شون؟ از یه طرف اگر آقای ترامپ رو متهم نمی کردند، در واقع آقای ترامپ بهشون داشت دهنکجی میکرد. خیلی ها میپرسن چرا این مدارک رو پس نداده از دونالد ترامپ. این دهنکجی مشخص است به قدرت از طرف آقای ترامپ. این شاید یک تله باشه برای دموکرات ها که الان توش افتادن، هنوز خودشون خبر ندارن. با این تحلیل هایی که ما میشیم تو این چند روزه، او ایشون الان وضعش خرابه، حتما میره به دادگاه، حتما محکوم میشه، اگه نشد چه؟ باعث میشه همینجوری برای آقای ترامپ هم قمار بزرگه. این چونی پرونده مدنی ساده نیستش که با پول و جریمه تموم بشه. من فکر میکنم تیم ترامپ تا حالا خودش به این داستان فکر کرده است، همونجور که شما گفتید یک پرونده جنایی است. اما اگر ترامپ رئیس جمهور بشه اصلا اهمیتی نداره که جنایی است یا خیر. در نهایت شما از این پرونده جنایی، از این قدرتش استفاده کردی و خودتو انداختی جلو تمام شبکه‌های تلویزیونی از جمله شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال. الان اینجا چرا الان این همه توجه مجانی داره به آقای ترامپ انجام میشه؟ اگر دموکرات‌ها و آقای بایدن می‌خواستن همین کارو کنن شاید بعد صدها میلیون دلار خرج می‌کردن. ممنونم از سارش علی همکارم اینجا در میامی فلوریدا با ما.